آفریدگار هستی، هموطنان عزیز سلام و وقت شما بخیر. انشاءالله که از هر گوشه و کنار دنیا بیننده برنامه سلامت هستین، سالم و تندرست باشین و از گزند روزگار در امان باشین. در سلامت این هفته امراض پلک‌های چشم را برایتان انتخاب کردیم، چون چشم ها وظیفه بینایی را در بدن داره، پس مسئولیت همگی ما و شما هست که از چشم های خود محافظت کنین. قبل از اینکه با دکتر سب متخصص پیرامون موضوع برنامه صحبت کنیم، یک بسته معلوماتی همکاران ما در بخش تکنیک پیرامون موضوع برنامه آماده کردن، با هم میبینین. در ادامه جای نریم، با برنامه سلامت باشین. امراض پلک‌های چشم. پلک‌ها بافت‌های منحصر به فردی هستند که پوشش مخاطی متحرکی را تشکیل می‌دهند و تمام سطح کره چشم را می‌پوشانند. بنابراین پلک‌ها خط مقدم دفاع سطح چشم در مقابل خشکی و آسیب‌ها می‌باشند. اگر پلک‌ها دچار اختلالات آناتومیک یا عملکردی باشند، اولین قدم درمانی در جهت بهبود وضع سطح چشم اصلاح فیزیولوژی نرمال پلک است. حدود 100 مژه در پلک بالا و 50 مژه در پلک پایین وجود دارد که دقیقاً از صفحه تارسی خارج شده و به سمت جلو خم می شوند. مژه های فوقانی به سمت بالا و مژه های تحتانی به سمت پایین قوس مانند هستند که باعث گیر انداختن و جلوگیری از ورود اجسام ریز به داخل سطح کره چشم می شوند. پلک یک چین پوستی نازک برای محافظت از چشم است و همچنان پلک ها نازکترین پوست بدن هستند. بدن با پلک زدن چشم را مرطوب نگه می دارد و از خشک شدن چشم جلوگیری می کند و یک پلک در بالا و دیگر در پایین چشم قرار دارند. اگر بازماندن پلک ها در طولانی مدت، مثلا به دلیل کما باشد، موجب خشکی قرنیه و آسیب به چشم می شود. یکی از عملکردهای اصلی پلک محافظت از چشم، دفع اجسام خارجی و پخش مرتب اشک روی سطح چشم برای مرطوب نگه داشتن آن است. با هر بار پلک زدن، مکانیزم پمپاژ یا فشار مجاری اشکی فعال می شود. افتادگی پلک بالا تا زمانی که تماس با مردمک چشم نداشته باشد و در میدان بینایی فرد اختلال ایجاد نکرده باشد، نیاز به جراحی ندارد. اما زمانی که افتادگی پلک شدید باشد و بخش یا تمامی مردمک را بپوشاند، نیاز به درمان و جراحی دارد. از نظر بالینی، علامت اصلی افتادگی پلک این است که پلک فوقانی یک یا هر دو چشم حالت طبیعی ندارد و به صورت افتاده دیده می شود. با این حال، افتادگی پلک گاهی به سختی قابل تشخیص است یا به طور مداوم اتفاق نمی افتد. البته به خاطر داشته باشید که افراد در هر سنی می توانند تحت تاثیر این بیماری قرار بگیرند، به طوری که درصد اندکی از نوزادان به صورت مادرزادی با این مشکل متولد می شوند. پلکای شما در اصل حاصل شکل گیری دو چین بر روی نازکترین پوست بدن شما هستند. آنها از چشمان شما محافظت می کنند و در هنگام خواب با توزیع یک نواخت اشک کمک می کند تا چشمایتان مرطوب بمانند. خوش آمدین به ادامه برنامه هموطنان عزیز. موضوع این هفته برنامه ما امراض پلک‌های چشم هست، قسمی که اکثریت ما و شما معلومات داریم. چشم‌ها یک عضو مهمی از صورت همگی ما و شما هست و به خاطری که پیرامون موضوع برنامه صحبت‌های بیشتری برای شما هموطنان عزیز داشته باشه، دکتر صایب جمال عبدالناصر آخوندزاده، متخصص امراض چشم، مهمان برنامه ما هستند تا با ایشان پیرامون موضوع برنامه صحبت‌های داشته باشه. دکتر صایب گرامی، خیلی خوش آمدین به برنامه سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیز شما و همه بینندگان نازنینی که همین لحظه برنامه ما و شما را تماشا می‌کنند. تشکر، زنده و سلامت باشین. دکتر صاحب، در آغاز برای ما و هموطنان عزیز بگوین که امراضی که پلک‌ها را درگیر می‌کنه کدام‌ها هستند؟
خدمت شما شد که چون خود پلک یکی از جزئیات و اعضای مهم چشم می باشه، یکی در حقیقت رول محافظوی چشم داره و در قسمت بیرونی خود سیستم بینایی قرار گرفته و یک عضو مدافع است، بیشتر با صدمات و جروحات برخوردار میشه و همچنین چون با آب و هوا مثل باد و خاک و آفتاب بله. هم درگیر هست و از این طریق انواع و اقسام میکروارگانیسم های مرضی و میکروب ها به چشم میرسن، میتونه که هم باعث جروحات و زخم های پلک صورت بگیره و همین که به بسیاری از امراض دچار بشه. بله. از جمله امراض شایعی که پلکار بیشتر درگیر میکنه، غیر از امراض جلدی و حساسیت های پوست پلک ها، خود گلمژه هست که یکی از امراض مشهور است، التهاب کناره پلک ها که به نام بلیفرایت زیاد میشه، بسیار شایع است مخصوصا در نزد اطفال و جوان ها. دیگه خدمت شما هست شاید افتادگی پلک یا توزیز که افرادی هستند که بیا اکثرا به شکل مادرزادی یا به شکل کسبی یکی یا هر دو تا از پلک های از اونا از حالت طبیعی خود پایین تر قرار میگیره که تحت نام افتادگی پلک یاد میشه و دیگه خود دور خوردن پلک به بیرون یا داخل که این هم اسباب مختلفی داره و میتونه سبب مشکلات در نزد شخص بشه، مخصوصا اگر به طرف داخل پلک ها دور بخوره باعث میشه که مجاها به قرنیه چشم تماس پیدا کنه و باعث تخریش و بالاخره تخریب قرنیه و حتی مشکلات بینایی بشه. برعکس از او اگر به طرف بیرون دور بخوره باز خود ورقه اشکی در حقیقت میشکنه و اشک دیگه از طریق طبیعی خود عبور نمیکنه و به شکل اشکریزی و همچنین تجمع اشک در چشم خود از باعث عفونت های چشمی میتونه بشه. و گاهن هم خود جلد پلک ها میتونه به بعضی از سرطان ها و یا حساسیت های و زخم های جلدی که مربوط به پلک ها هست دچار بشه. جروحات و صدمات هم خب همیشه به وقوع میپیونده. اینا بیشترین امراض مشهوری هست که اکثرا اتفاق میفته و امراض دیگه هم هست. بله تشکر دکتر صاحب. دقیقا خود پلک ها چه وظیفه ای دارن؟ پلک ها وظایف متعددی داره. اولم تو که بیشتر گفتم بله. رول محافظوی داره و ما چشم ما در حقیقت در داخل جوف یا کاسخانه چشم که یک خانه استخوانی هست جا به جا شده و قسمت بیرونی از او که با فضای خارج درگیر هست توسط پلک ها پوشیده شده. هر پلکی که ما باز و بسته میکنیم با بسته شدن پلک اشکی که بر روی شیشه چشم و قسمت سفیدی از او قرار داره ای همراه با گرد و غبار و میکروب ها و جسم های خارجی که هست ای جمع میشه و به گوشه چشم رانده میشه و با باز کردن پلک ای اشک به داخل از طریق کانال های مخصوص به طرف داخل بینی رانده میشه و یک طبقه جدید اشک بر روی چشم قرار میگیره. پس پلک زدن ما باعث میشه که با هر پلک زدن اشک قدیمی پاک بشه و اشک جدیدی بر روی چشم قرار بگیره. دیگه وقتی که نور بسیار زیاد باشه خود پلک ها وظیفه کنترل نور را میتونن که به دست بگیرن، یعنی در حالت هایی که نور شدید باشه ما با خورد کردن پلک ها میتونیم نور رو کنترل کنیم و رول محافظوی هم هست. جایی که خاک باشه، گرد باشه، اشیایی به طرف چشم ها پرتاب بشن
میشه که با بستن پلک‌ها از چشم محافظت کنیم، حتی در محیطی که در زیر آب یا بازی میکنن همچنین محافظ هست. و مثل دیگه عضلات صورت در بحث زیبایی و در بحث اشارات هم میشه که از چشم‌ها استفاده کنیم و با چشم خود در حقیقت احساسات خود رو هم بیان بکنیم. بله، تشکر. دکتر صاحب، شما در لابلای گفته های خود اشاره داشتیم به مرض گلمجه که چشم را دوچار میکنه. گلمجه چی هست و چه قسم به وجود میآید؟ در حقیقت گلمجه التهاب قدوات چربی به نام میبومیان هست که در طبقات داخلی پلک ها اینا این قدوات جا به جا هستند و باعث افراز چربی میشن که این چربی در خود تشکیل اشک ما و شما رول مهم میداره و در کناره پلک‌ها سوراخ‌های در زیر مژه‌ها قرار داره که این چربی از اینجا خارج بشه و یا به علت‌های مختلف حتی میشه گفت تغذیه یا مداخله انتانات این قدوات عفونی میشن و التهابی میشن و وقتی که اینا شروع کردن به التهاب و عفونت باعث درد بسیار شدید، سرخی و تورم پلک‌ها میشه. این دقیقاً در هر پلکی که این گلمجه قرار باشه اتفاق بیفته در همون موقعیت همون قده چربی که مصاب به گلمجه میشه تورم و سرخی و درد شدیدی در ابتدا وجود میایه و کم کم ای به سه حالت پیش میره، یا ای که بر اثر تداوی یا به شکل خود به خود دوباره برطرف میشه و بدون هیچ مشکلی پس خودی رو بهبودی حاصل میکنه، و یا ای که این سرخی و ورم آنقدر زیاد میشه تا از یک ناحیه جلد پلک ها به اصطلاح سوراخ میشه و یا به اصطلاح عوام سر باز میکنه و این عفونت و چرک تخلیه میشه، و یا این که این عفونت و چرکی که در داخل از او تجمع کرده در زیر یک کپسول یا یک کیسه میپوشانه و ولی درد و سرخی از او از بین میره و ورم از او از بین میره و به شکل یک کتله یا یک اصطلاح گلگه که سختی که میتونه اندازه مختلفی داشته باشه، از یک اندازه ماش تا عدس و نخوت و لوبیا حتی به یک اندازه هم دیده میشه، تعداد میتونه یک یا دو در پلک بالا یا پلک پایین در موقعیت های مختلف اتفاق میفته و در این مرحله دیگه درد و سرخی نداره، اما ای آبسه یا ای شلزیون یا ای گلمجه سخت دیگه همیشه هست تا توسط عملیات جراحی برداشته بشه. بله، تشکر. دکتر صاحب، چی راههای برای پیشگیری از گلمجه وجود داره و تداوی آن چه قسم هست؟ قسمی که شما گفتین نیاز به جراحی داره، پروسه جراحی او چگونه هست؟ راههای جلوگیری چون اکثرا در اشخاص وجود میه، اولا خواندگاه سن و سال بیشتر در نزد نوجوانها و جوانها بیشتر در نزد خانم ها اتفاق میفته و خود اشخاص معمولا یک بنیه دارن، مثل کسایی که مثلا آکنه میشن یا کسایی که بلیفراید دارن یا جلد از اینا چرب هست، اینا یک بنیه طبیعی هم در وجود از اینا هست که چربی همین قدوات بیشتر ترشح میشه و افزایش چربی در این قدوات باعث التهاب و وجود آمدن گلمجه میشه. البته تغذیه هم رول داره، کسایی که از غذاهای ادویه دار و همچنین غذاهای چرب مثل حبوبات خشک و میوه های خشک و حبوبات و دیگه چیزهایی که چربی و از او زیادتر هست، غذاهای سرخ کردنی، از اینا هم اگر که یا روغن زیاد استفاده میکنن بیشتر در نزد اشخاص به وجود میایه و بهترین راه تداوی از اینا وقایع از او هست که این افراد جلوتر وقایع کنند و در شروع گلمجه شما میتونین بسیار به زودی او رو مهار کنین، حتی با
یک کمپرس گرم و یا به اصطلاح عوام توکر داغ که شما بود یک شی یا شیشه خالی پلاستیکی خوردن داخل از آب داغ قرار بدین و بر روی گلمجه که تازه شروع کرده ساعت ها بگذارین، بالاخره او دوباره بعد از چند ساعت رو به بهبودی میره. بل. یا در مرحله دوم که مرحله ای است که عفونت و چرک پیدا کرده، باز هم کمپرس گرم باعث میشه که زودتر این سر باز کنه و چرک و عفونت از او تخلیه بشه. اما در مرحله سوم دیگه نه تداوی دوایی رول داره و نه هم کمپرس، فقط جراحی است. پس بل. مرحله اول حتی با کمپرس گرم بدون تداوی دوایی هم میتونه خوب بشه و در صورتی که از این مرحله تیر شد، تداوی دوایی تحت نظر متخصص چشم که یعنی قطره و پماد و بعضی تابلت ها و کپسول ها هم داده میشه نظر به سن، و مرحله سوم که سخت میشه و درد و سرخی از او از بین میره، تنها امو کتله سخت میمونه. در اون مرحله دیگه صرف جراحی، البته جراحی از هم بسیار یک متد خوبی داره چون اکثرا به زیبایی خو اهمیت میدن، مخصوصا خانم ها، او از داخل پلک این جرحه باز میشه و عفونت و چرک از او تخلیه میشه و هیچ ندبه یا داغ یا جایی بر روی پلک ها باقی نمیمونه که باعث بشه که زیبایی جلد پلکار صدمه بزنه. ولی اگر که زیاد بمانه باز خطراتی داره که میتونه بر روی کره چشم، مخصوصا قرنیه چشم، فشار وارد کنه و باعث نازک شدن و یا کاهش بینه این شخص بشه. بله، تشکر از شما دکتر صاحب. اگه موافق باشین در این قسمت از برنامه یک هفته کوتاه میگیریم. درست. بیننده های عزیز، جای نرم، صحبت های دکتر صاحب روی امراض پلک های چشم ادامه داره، با ما باشین اما بعد از یک هفته کوتاه. سلام مجدد بینندگان عزیز، شما بیننده برنامه سلامت از رادیو تلویزیون جهانی معراج هستین و موضوع این هفته برنامه ما امراض پلک های چشم هست و پیرامون موضوع برنامه دکتر صاحب جمال عبدالناصر آخوندزاده، متخصص امراض چشم، مهمان برنامه ما هستند و صحبت های ایشان پیرامون امراض پلک های چشم ادامه داره. دکتر صاحب، شما در آغاز برنامه گفتین که یکی از امراضی که پلک های چشم را درگیر میکنه افتادگی پلک ها هست. افتادگی پلک ها چه قسمی یک بیماری است؟ افتادگی پلک ها بیمانی که پلک ها در از موقعیت اصلی خود پایین تر قرار بگیره. در حالت طبیعی وقتی ما رو به مستقیم نگاه میکنین، پلک های بالا باید تقریبا 2 میلیمتر روی سیاهی یا قرنی چشم قرار بگیرن و پلک پایین در کناره سیاهی قرار بگیره. بله. هرگاه به هر علت یکی یا هر دو پلک از این پایین تر قرار بگیرن و خود کره چشم هم به جای اصلی خود باشه، چون در بعضی موقعیت هایی هست که باز کره چشم از پشت تله میشه و چشم، یک چشم امکان داره به طرف بیرون تله بشه به نام پروپتوز زیاد میشه و چشم دیگه باز با شکل توز از کاذب یا افتادگی کاذب دیده بشه. هرگاه هر کدوم از پلک ها از این موقعیت پایین تر باشه به نام افتادگی پلک یاد میشه. معمولا افتادگی پلک شکل مادرزادی داره، بیشتر یک چشم و گاهن هر دو چشم هم دچار میکنه، ولی میتونه به شکل کسبی هم باشه، مثلا در نزد اشخاصی که چشم از اونا صدمات میبینه و خود عصب عضلات پلک از اونا باعث صدمه به او میشه و وظیفه خود درست انجام داده نمیتونه، پلک بالا کش کرده نمیتونه و پلک از اینا در پایین قرار میگیره.
و در کسایی که سکته‌های مغزی در نزد از اونها انجام میشه و به اصطلاح سکته میکنن، اینا هم اگر یک طرفه باشه یا دو طرفه، همون قسمت پلک از اینا میتونه یا باز بمونه یا در نزد بعضیا رو به پایین هست و بالا برده نمیتونن و باعث افتادگی پلک از اینا میشه. وقتی افتادگی پلک مشکل ساز هست که روی مردمک یا خود سوراخی که نور از او عبور میکنه بند بشه و مانع دید شخص بشه، مخصوصا در افتادگی های پلک هایی که به شکل مادرزادی اتفاق میفته و طفل ها از وقتی که تولد میشن یک یا هر دو چشم از اینا روی مردمک چشم از اینا توسط پلک بند باشه، باعث به وجود آمدن تنبلی چشم میشه. به این خاطر در نزد اطفال بسیار مهم است که در صورت مسئله ساز هست که این افتادگی پلک مخصوصا اگر یک چشمه باشه روی مردمک قرار بگیره، باید این توسط عملیات جراحی پس بالا کش بشه و روی مردمک چشم باز بشه. این اشخاص، کسایی که به شکل مادرزادی افتادگی پلک دارن، معمولا توسط کش کردن ابروهای خود به طرف بالا و حتی بالا گرفتن سر خود میتونن که دید خود تا اندازه اصلاح کنن و بیشتر از نگاه زیبایی تاثیر داره و حالت چهره از اونا زیبایی از اون صدمه میزنه. و همونطور که پیشتر گفتیم در صورتی که افتادگی پلک مانع دید بشه به مشکلات زیادی دچار میشه، از جمله باعث تنبلی چشم در نزد اطفال میتونه بشه. بله، تشکر از شما دکتر صاحب. یک چیز شایعی که امروزه اکثریت هموطنان ما از خاطر از او اذیت هستن این هست که در کنار پلک های و مژه های خود شاهد شوره، اگر به اصطلاح آن بگم، یا همو پوستک هستن و اونا رو خیلی اذیت میکنه. دلیل به وجود آمدن این پوستک و شوره چی هست؟ یک از امراض شایع پلک ها بعد از حساسیت ها خود پوستک شدن کناره مژه ها یا به اصطلاح شوره زدن از اونها هست، که در حقیقت یک التهاب مزمن هست. یعنی معمولا این اشخاص سالهای سال دچار از او هستن، در بعضی ها شدت از او کم و در بعضی ها بسیار زیاد هست و علت از این هم خود ازدیاد چربی کناره مژه ها هست. جمعی که خیلی از میکروارگانیسم های مرضی، باکتری ها و سایر میکروب ها اینا مداخله میکنن و باعث عفونت های کناره مژه میشن. معمولا وقتی که چربی در این قسمت ها تجمع میکنه با هوا خشک میشه و به شکل پوستک ها بعد از چندین روز تبدیل میشه و این پوستک ها باز خود از اینا باعث حساسیت چشم و پلک ها میشن و حتی چون در کناره پلک ها هستن باعث ریزش و عدم رشد کافی مژه ها میشه. و چون در بعض حساسیت کناره مژه ها خارش و سوزش و سرخی هم دیده میشه، یه اشخاص با خاراندن از او کناره پلکار بیشتر زخم میکنن و جروحات به وجود میآید و در اینجا باز انتانات مختلف مداخله میکنه و تقریبا هم پلکای شخص میریزه و هم کناره مژه از او حالت زخم میگیره و نگاه وجاهت و زیبایی هم زیبایی چشم از اونا تحت تاثیر میره و هم خود از اونا اذیت هستن، درد داره، چرک داره و خارش و سوزش داره. و بعد از تداوی هم وقتی اینا میان مراجعه میکنن، تداوی میشن، به اصطلاح خوب میشن، خوشحالن، ولی بعد از مدتی با دوباره تکرار میشه به خاطر که او چربی هایی که از اون قدوات ترشح میکنن اونا چربی هایی هست که لازم ضروری هست به خاطر خود اشک، به خاطر رشد مژه ها و جلد پلک ها ضرورت به اونا هست، اما مقدار ترشح از اونا زیاد هست و
و وقتی بیش از حد ترشح میکنن و خشک میشن و پوستک ها وجود میایه، یعنی این زنجیری که پیشتر گفتیم هی تکرار میشه. به این خاطر بیشتر چون در نزد اطفال و نوجوان ها هست، اینا زیاد توجه نمیکنن، مصروف درس و کار و بازی هستن، فقط میخورانن و باعث شدت زخم میشن و به تداوی هم خیلی علاقه نمیگیرن، چون یک تداوی دوامدار داره و به این خاطر بیشتر باید وقتی که تشخیص میشه و تداوی میشه به اشخاص گفته بشه که شما وقتی خوب شدین بعد از او وقایع و محافظت شروع میشه، یعنی میایین به دکتر مراجعه میکنین، دوا میگیرین، پماد میگیرین، قطره میگیرین و زخم ها بهبود حاصل میکنه، پوستک ها همه گم میشه، چشم ها حالت عادی خور میگیره، بعد از او به خاطر که دوباره تکرار نشه اشخاصی که بونی از ایر دارن و اینا باید روزانه حداقل دو بار صبح یا شام، صبح و شام اینا با شامپوی اطفالی که کیفیت بسیار خوبی داشته باشه، چون مواد سوزنده یعنی باید کم باشه، این توسط شامپوی خالص با دستا با صابون پاک شسته میشه و به نوک انگشتا این شامپوی خالص به کنار مجا به آرامی ماساژ داده میشه و بعد از چند دقیقه با آب شیرگرم یا آب ولرم پس پاک میشه به شکلی که دیگه هیچ از شامپو هم چیزی در چشم ها باقی نمونه. اگر یه اشخاص فقط همین کار صبح و شام هر روزه انجام بدن دیگه اون چربی که هست هر روزانه پاک میشه و جایی نیست که بمانه و خشک بشه و پوستک بشه و در ضمن این چربی با شستشوی روزانه ای که ما شما مثلا صبح دست و صورت خور میشوریم، از خواب بیخدیم دست و صورت خور میشوریم، وضو میگیریم با این آب خالی و آب سرد، چون در کناره مجا هستن و مجا هم معمولا آب زیاد جذب نمیکنن، اینا به جای خود باقی میمونن صرف، یعنی این طریقه خوبی هست که از به وجود آمدن این پوستک ها جلوگیری بشه. بله، تشکر. به نکات خیلی مهم دکتر صاحب اشاره کردن، چون اکثریت هموطنان ما میدانم که وقتی به این امراض چشمهایشان دوچار میشه فکر میکنن که نباید اونا را شستشو بدن. دکتر صاحب، یک بیماری دیگری که اکثریت هموطنان ما را تجربه کردن خشک چشمی یا هم برعکس او خشک شدن اشک چشم هست و ریزش اشک چشم هست، میشه که راجع به این امراض برای ما معلومات بدن؟ خدمت شما عرض شد که یکی از نعمات بسیار بسیار عمده خداوند برای سلامتی چشم خود اشک هست که در چشم هست، که هم این اشک یک قسمتی از خود سیستم بینایی و یا اپتیک یا شیشه چشم هست که به شکل یک تلقی، یک فیبری، یک طبقه بر روی قرنی چشم قرار میگیره و باعث میشه که ما و شما بسیار واضح و شفاف ببینیم و هم یک طبقه محافظتی هست برای خود قرنیه و کانجکتیوا و باعث تغذیه خود قرنیه هم میشه، چون قرنیه ما و شما در داخل از اون رگهای خونی وجود نداره، چون اگر میبود باعث میشد که شفافیت از اون یا حالت شیشه مانند از اون از بین بره. به این خاطر این عشق ضروری هست و ما با هر پلک زدن، یعنی در چند ثانیه یک بار این عشق بر روی چشم پخش میشه و باعث میشه که ما و شما همیشه خوب و شفاف ببینیم. مصیبت وقتیه که به نحوی این عشق یا کم بشه یا مواد تشکیل دهنده از او به مشکل دچار بشه. خود همینطور که ما پیشتر گفتم همین طب فیبر اشکی یا تلق، مثلا شما برای محافظت از موبایل خود بر روی از یک صفحه پلاستیکی یا شیشه‌ای میچسبانین که بنام محافظ یاد میشه، دقیقا اشک ما و شما این همین کار داره. اون صفحه محافظی که ما بر روی موبایل خود میچسبانیم باید کاملا شفاف باشه و تصویر موبایل ما و شما خراب نکنه، در پلی از او را از خشن داختن و شکستن و صدمات هم محافظت کنه. این فیبر اشکی هم دقیقا این کار داره. اما وقتی که یکی از مواد ترکیبی از او که از سه طبقه ساخته شده
طبقه بیرونی، متوسط و داخلی، که طبقه بیرونی از این هم که بیشتر گفتیم از چربی هست، که یعنی این چربی هایی که توسط مقدمات که بیشتر گفتیم ترشح میشه، باعث میشه که این فیبر اشکی در مقابل باد و خاک آفتاب حفظ بشه و به شکل یک نواخت قرار بگیره، کاملا صاف باشه و همچنین در حالت پلک زدن، پلک ها بر روی قرنیه چشم شما به راحتی بلغزه و حرکت کنه. طبقه متوسط از او خود مایه، یعنی بخش آبکی هست، که این طبقه باعث میشه که هم نور بسیار به راحتی از اینجا عبور کنه و انعکاس کنه و هم در بخش تغذیوی قرنیه رول داره. و طبقه داخلی از او هم که شکل مخاطیر هست، این مخاط باعث میشه که خود عشق به روی شیشه یا قرنیه چشم کاملا بچسبه و به زودی این پخش نشه و به اصطلاح چیز ضعیف نشه. حالا هر کدوم اگر قسمت آب از او کم باشه، بازم باعث ایجاد مشکل میشه. اگر قدوات چربی از او بر نحوه چربی تولید نکنن یا بر سر صدمات سوختگی یا بند بشه و کانال ها از اونها یا از بین برن و این عشق بدون چربی مقاومت پایین میایه و قبل از اینکه پلک بخوره و طبقه عشقی دیگه بیایه خود از او دوباره فرو بریزه و نقطه نقطه میشه و باعث تاریه دید میشه. بله. یا در قسمت هایی که افراز مخاط بوده دارن و طبقه داخلی عشق چی میکنه، اگه اینا تخریب بشه و عشق بدون طبقه مخاط باشه بر روی شیشه چشم نمیچسبه و زود فرو میریزه و باز هم باعث تاریه دید میشه. بله. مشکل عمده ای که در قسمت خوشچشمی وجود میه یک تاریه دید یا کاهش بینایی هست. قسمت بعدی از او خشک شدن و عدم تغذیه قرنیه چشم است، که عضو اصلی و اساسی بینایی ما و شماست. وقتی قرنیه خشک بشه و زخم بشه و یا تخریش بشه بسیار باعث درد و آزار شدیدی میشه، که یه اشخاصی که خشک چشمی دارن و علاوه که دید خوب ندارن و علاوه که اذیت هستن یک درد بسیار جانکاهی دارن، چون همونطور که پیشتر گفتم قرنیه چشم به خاطر شفاف بودن خب اویه نداره، یعنی رگهای خونی در وجود نداره، رشته های عصبی هم که در داخل قرنیه سیر میکنن اینا پوش یا میالین ندارن، وقتی پوش نداشته باشن شدت حساسیت از اینا چندین برابره، یعنی با یک تخریش بسیار خورد چشم یک شخص بسیار دردناکه و باعث آزار اذیت و از اون میشه حتی اینا روز و شب نخواب دارن و نه. بله. البته درجه های مختلفی داره، در درجات کم از اون اشخاص یک احساس خلش و رگک و خشکی و کندی در پلک زدن و حساسیت به نور و اینا و اشکریزی ها هم دارن، یعنی امکان داره کسایی که در قسمت مخاط یا چربی مشکل داشته باشن شکایت اینه باشه که عشق میریزه از چشمم. بله. ولی وقتی که کنترل بشه و معاینه بشه میبینیم که نه، این اصلا خشکی چشم داره، چون اون قسمت های نگه دارنده قسمت آبکی وجود ندارن، این عشق زود زود از چشم از او فرو میریزه و باعث اشکریزی میشه. به این خاطر باید که خوشچشمی از او تداعی بشه. بله، تشکر از شما دکتر صاحب. چون وقت برنامه ما محدود هست، میخوایم در آخر پیام صحی شما را کوتاه برای هموطنان عزیز ما جهت حفاظت از چشمهایشان بشنوید. خب حفاظت از چشما برای هم و شما ضروری هست و به خاطر که چشم ما و شما محفوظ بمانه باید که پلک های خود خورم محافظت کنیم، چون بحث امروز ما و شما بحث محافظت از پلک ها بود، باید در حفظ و صحی پلک ها بسیار توجه کنیم. همی که به مشکلی که بر میخورن به شکل خودسرانه ما به تداوی اقدام نکنیم و خود پلک ها مخصوصا برای خانم ها بسیار اهمیت داره و در قسمت مواد آرایشی از او زیاد استفاده میکنن و خیلی از مواد آرایشی هم میتونه باعث مشکلات چشمی بشه، به این خاطر باید از مواد آرایشی اصل تر استفاده کنن و مقدار و مدت زمان از او هم کوتاه‌تر باشه.
بله، تشکر از شما دکتر صاحب که تشریف آوردین به برنامه ما و وقت گذاشتین و ما و هموطنان عزیز را از سخنان ارزشمند خود مستفید ساختین. سلامت باشی، تشکر از شما. زنده باشین. خب هموطنان عزیز، این بود سلامت این هفته و موضوع برنامه ما امراض پلک‌های چشم بود و دکتر صاحب پیرامون تمام امراض پلک‌های چشم با شما صحبت کردند. و اگر تا این دم از برنامه بیننده برنامه سلامت نبودین، میتونن که فردا ساعت 11 قبل از ظهر بیننده تکرار برنامه سلامت باشین تا سلامت دیگر و بیماری دیگر که برای شما هموطنان عزیز انتخاب میکنیم. همگی شما را به خداوند یکتا میسپارم و شب و روزتان پر از نعمت‌های الهی.